کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به قانون امر به معروف طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند این قانون نشان دهنده عقب‌گرد جدی حقوق بشر در افغانستان و حاکی از تشدید سرکوبگری و یادآور رژیم طالبان در دهه 1990 است. آنها گفتند این قانون تبعیض و سرکوب را نهادینه و منجر به جرایم علیه بشریت می شود. این کارشناسان با انتشار بیانیه‌ای گفتند که این قانون سلطه ظالمانه طالبان بر زندگی شهروندان افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. کارشناسان سازمان ملل معتقدند که قانون جدید طالبان اقدامات سرکوبگرانه را بیشتر کرده است، طوری که زنان به خاطر صحبت کردن در خارج از خانه خود مجازات می‌شوند. در این بیانیه آمده است که قانون امر به معروف طالبان محدودیت‌های شدیدی را بر آزادی بیان اعمال می‌کند و خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. گزارش‌های مستقر را سانسور می‌کند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در روزهای اخیر سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر به طور گسترده نسبت به قانون جدید طالبان اعتراض کردند. همراه هستیم با آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. سلام و خوش اومدید. آقای دکتر افضلی، آیا این گونه واکنش‌های بین المللی در وادار نمودن دولت طالبان به تمکین در برابر خواست و اراده جهانی می‌تواند مؤثر باشد؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، این اقدامات و واکنش ها فقط مصرف بیرونی و خارجی داره و در افغانستان هیچ تأثیری نداره، خصوصا این که دیروز معاون سازمان ملل متحد اعلام کرد که ما همچنان با تعاملمون با طالبان ادامه می دهیم و بسیاری از کشورها روابط سیاسی نزدیکی با طالبان برقرار کردن با وجود محدودیت‌های متعددی که طالبان برای شهروندان وضع کردند، اما این رفتارهای جامعه بین‌الملل در واقع طالبان را به صورت ضمنی تشویق می‌کنه که به محدودیت‌های خودشون و رسمی‌سازی و قانونی کردن محدودیت‌هاشون ادامه بدن. بنابراین اثر مثبتی در داخل افغانستان نداره و تأثیری بر طالبان نداره. سپاسگزارم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.